تصمیم هفتم امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به نام خداوند بخشنده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: تصمیم هفتم. در جلسه ششنیم صبح امروز شنبه تاریخ سوم عقرب 1399 مطابق با 24 اکتبر 2020 فیصله گردیده که اول، اهالی سربلوان و از دوردار چندین محله با تماس به پلیس و شهروالی خواهش کرده اند که ساحات سبز را خودشان رضاکارانه رها می سازند. برایشان باید حداقل یک روز وقت داده شود و آنها در محل پیش مردم و ولس باید شرمندن نشوند. ما قبول داریم. دوم، مردم محترم شینه وعده سپرده اند که قاتلین سه سرباز پلیس را تثبیت می کنند و در تأمین امنیت از این به بعد رضاکاران با دولت شانه می دهند و ده ها جوانشان به عنوان همکار معرفی می گردند. سوم، امامان دین در شرق کابل وعده سپرده اند که در روز های نزدیک پلیس را در بستن تمام شبکه های فروش و توزیع الکل و مخدرات کمک می کنند. روی همین دلیل برای چند روز دیگر عملیات بر ضد این شبکه ها معطل می گردد. اگر به یاد داشته باشید چنین عملیات چند سال قبل باعث تلفات گردید و نتیجه لازمه نداشت. این بار مردم حاضرند که لکه سیاه را از محل خود دور سازند. چهارم، در شهر کابل هیچ مطرب اسناد و بی پلید در گشت و گذار نیست و دستور داده شده است که ما با موترهای بی اسناد در گاراژها و موترفروشی ها برای فعلا یعنی الا دو ماه کاری نداریم، اما اگر در سرک فرعی و یا عمومی و یا حتی پس کوچه ها در حالت گشت دیده شدند، مصادره شده و در خدمت گزمه های شهری و روستایی پلیس قرار می گیرند. همین اکنون صدها موتر که تخطی کرده اند در خدمت گزمه های پلیس قرار دارند. موضوع باید جدی گرفته شود. پنجم، در ده سبز بالای یکی از پوسته های شلیک شده است که والی کابل قرار است که مردم را دیده و تجسس نماید که قصه چیست. مقام ولایت کابل در حل منازعات و ریشه‌یابی مسائل در جلسات ششنیم بجایی سهم فعال و مؤثر دارد. ششم، روند چاپ پوستر افراد تحت پایگرد و جرم پیشه ادامه دارد. آنچه تا حال دیده اید کوچک های آنهاست، یعنی اسم ها و تصاویر از پایین فهرست انتخاب گردیده اند. این روش عمدی و تکتیکی بود. تعدادی از این جرم پیشه ها زیر فشار جامعه و خانواده ها حاضر شده اند که به پلیس تسلیم شده و در گرفتاری افراد کلان این باند ها همکاری نمایند. از این همکاری استقبال کرده ایم، اما حق العبد را بخشیدن نمی توانیم. بسیاری ها که هنوز عکس و پوسترشان چاپ و نصب نگردیده است تماس گرفته اند و می گویند اگر اسم عکسشان چاپ نگردد و آبرویشان حفظ شود حاضرند توبه کنند و همکاران خود را درگیر پلیس بدهند. در این ارتباط مورد به مورد کار صورت می گیرد. چیزی با نام پالیسی متحد الالمال و یک لباس به همه نداریم. تا کنون هیچ یک از فهرست طویل 2500 نفر غلط ثابت نشده است و در میان آنها منصوبین دولتی نیز شاملند. هفتم، زمرک فعال می گردد. انضباط شهری پلیس به خاطر اعاده وقار یونیفرم، جلوگیری از بیجا گردی افراد پلیس و تحکیم اعتماد جامعه به نظم داخلی پلیس ایجاد می گردد. تعلیمات امروز آغاز گردید. هشتم، از دید امنیت ملی تهدید تروریسم در سرحد سبز اما نزدیک به زرد است. مردم باید متوجه باشند و همکاری نمایند. پوشش استخباراتی به خلا، یعنی کوچه به کوچه، سرای به سرای، محل به محل به شدت ادامه دارد. به پلیس و امنیت ملی دروغ نگویید و ضررتان تمام می شود. نهم، مسئولین دو باب مسجد که اجازه نداده بودند تصاویر جرم پیشه ها در دروازه شان نصب نگردند توسط وزارت حج و اوقاف احضار می گردند. مسجد جای عبادت و محل ترویج ارزش هاست و ملکیت شخصی کسی نیست. عکس جرم پیشه ها در دیوارهای هر دوی این مساجد نصب گردید. دهم، سر از فردا با توسل بر روش از پایین به بالا و حرمت به نظر و تحلیل قدمه های ابتدایی رهبری به مرحله دوم، یعنی بررسی ساختار و روش داخل می شویم و نحوه پیام دهی فرق خواهد کرد. از نظریات اکادمیک و مردمی استقبال می نماییم. یازدهم، به من می گویند کابل
کل افغانستان نیست. درست و قبول. یکی از دلایل این که من مردم را در جریان قرار می دهم این است که مردم و حکومت در دیگر ولایات از این روش تقلید و پیروی نمایند، اما برای شهرهای هرات، ننگرهار، خوست، تخار، زمنگان و بغلان میثاق امنیتی که شامل برنامه های روشن و درج در صدها صفحه است، دیزاین و در اختیار مسئولین قرار گرفته است. 12. کسانی که به خاطر بدنام سازی نیروهای دولتی دست به جعل میزنند، مروت پایگرد قرار میگیرند. مثلا دیروز کسی ادعا کرده بود که موبایل و کامپیوترش را دزدیده اند، امروز معلوم شد که او به خاطر مظلوم نمایی در مؤسسه که کار میکند، مؤسسه خارجی، این دروغ را گفته بود و میخواست که مستحق امتیاز مظلومان گردد. وقتی دروغ اش معلوم شد و پلیس رفت که او را با پاسخگوی حاضر سازد، فرار کرده بود. اکنون میخواهم در ولایتی که فرار کرده است دستگیر گردد. لطفا دروغ نگویید، بازخواست میگردد. در عین حال تصمیم ششم امرالله صالح. اول، آنچه را در ارتباط با موتر فروشی های اطراف کابل وعده داده بودیم سر از فردا با جدیت تمام آغاز میگردد و همچنان کار آزاد سازی ساحات سبز و پیاده روها از غاصبین کوچک و بزرگ ادامه مییابد. از شاروالی کابل و حوزات پلیس کابل سپاس مینمایم. دوم، دیشب آمر حوزه اول پلیس توسط چند نفر از آدم های مشهور سیاسی زیر فشار قرار داشت که طلا و اسعار مصادر شده را که از نزد قاچاقباران گرفته بود پس بدهد. از تمام منصوبین پلیس حمایت و دفاع صورت می گیرد و مال قاچاق بدون طی مراحل محکمه بازگردانیده نمی شود. تنها سال گذشته از راه شمال نزدیک به 800 میلیون دلار به بیرون از کشور قاچاق گردید. قاچاق طلا و اسعار یکی از معضلات بزرگ است که قانون گریزها و اقتصاد جرمی را تقویت می نماید. منابع اطلاعاتی ما از خارج کشور لیست تمامی کسانی را که سال گذشته اسعار قاچاق کردند و ما داده اند، اما وظیفه ما جلوگیری از ادامه آن است، نه تصفیه سال گذشته. سوم، شاروالی کابل فهرست بلند منزلهای غیر قانونی را که در حال اعمارند و تعلقات سیاسی آنها در اختیار ما قرار داده است، سر از فردا فهرست مرحله به مرحله با عکس ها منتشر می شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.